أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيوم الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعاديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمعزل المقدسة ولي الله الأعظم أرواحنا فداء سلامتي بتعجيل در فرج حضرتشون سلامتی به طول عمر ناهی بر حقشون حضرت امام خامنه ای و نابودی امیر دشمنان اسلام و قرآن صلوات اهدا بفرماید. اللهم صل علی محمد. روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندانشون به جمیع شهدا فیض ببرند از این عبادات و برنامه های معنوی که مؤمنین در این ایام در خانه های خودشون برپا میکنند و از این محفل باز هم صلوات دیگری خط بفرماید. اللهم صل علی محمد. مناجات شعبانی است و سر سفره مناجات امشب دقایق مهمان هستیم. در همین فرازهای اولیه یکی دو جمله هست که مقدمتاً بهش اشاره میکنم. فقط هربت و الیک و وقفت و بین یدیک مستکیناً لک متضرعاً الیک. میفرماید که خدای من به سوی تو فرار کردم و در محضر تو قرار گرفتم، در حالی که حال پریشانی دارم، در تضرع و زاری هستم. یه چند خط بعد میفرماید و به ید کلا به ید خیلی که زیاده دی. و به دست توست نه به دست کسی دیگری زیادتی و نقص من و نفع من و زلل من. من امید دارم، چشم امید دارم به اون چی که در نزد توست. و تعلم من فی نفسی و تخبر و حاجتی، تو از من خبر داری، از درون من خبر داری، چیزی بر تو پوشیده نیست. این عبارات عبارات نورانی است. من به مقوله هربت الیک بیشتر اشاره کنم. آدم وقتی در مشکلات و گرفتاری قرار میگیره سه تا حالت داره: یا مبارزه میکنه و دفع خطر میکنه، یا اینکه اگر نتونه مبارزه کنه به هر دلیلی فرار میکنه، یا اگر راه فرار هم بسته بود تسلیم میشه. فرار هم اینطور نیست که همیشه منفی باشه، بد باشه، بگیم همیشه فرار به خاطر ترسه. گاهی وقتا فرار هم ممکنه عاقلانه باشه، کار درستی باشه. مثلا امیرالمومنین علیه السلام یه وقتی از یه جای نشسته بودن زیر دیواری که کج بود، در شرف ریختن بود، از نگاه کردن به دیوار بلند شدن رفتن به جای دیگه اونجا نشستن. یه نفر طعنه زد به امیرالمومنین که آیا از قضای الهی فرار میکنی؟ از مرگ میترسی؟ حضرت فرمودن که بله، از قضای الهی و قدر الهی فرار میکنم، مجبور نیستم اونجا بشینم زیر دیوار. گاهی فرار اینجوریه، از یه جایی که خطر داره، نامعقول آدم خودش درش قرار بده، فرار میکنه به یه جای امن. خدا توی قرآن میفرماید که با آدم های کافر، با آدم های بد نشست و برخاست نکن. جاید فلا تقعدوا معهم،
خونه‌شو از مدرسه اینا برو، یعنی یه جوری میخواد فرار کنه از مجلس، برو نشین اونجا. روز عاشورا حضرت زینب علیه السلام اومدن منظر زین العابدین سلام الله علیه که تکلیف چیه؟ همه مردها کشته شدن، اصحاب شهید شدن، بنی هاشم زنها موندن، دشمن هم حمله کرده. حضرت چه فرمودن؟ فرمودن علیکن بالفرار، فرار کن. وقتی نمیشه مبارزه کرد، وقتی شرایط مبارزه فراهم نیست، راه هم داره که تسلیم نشی، راه فرار، فرار کن. مسلمان ها در صدر اسلام فرار کردن از مکه به سمت حبشه. هجرت یه فراری بود از ظلمی که مشرکین مکه میکردن به مسلمان ها، به جای امنی به نام حبشه و نزد پادشاه حبشه. چند فرصت ایجاد کرد این فرار. لذا ما فرار مثبت هم داریم، همیشه به فرار نباید به دید منفی نگاه کرد. نکته دیگه اینه که آدم وقتی میخواد فرار کنه، معمولا از یک جایی، از یک چیزی به چیز دیگری در جای دیگری فرار میکنه. اینجوری معمولا. تو امور معنوی اینطوریه که انسان باید از ظلمت ها به سمت نور فرار کنه، از آلودگی ها به سمت پاکی ها، از افکار شیطانی به سمت افکار، از نفس اماره به سمت نفس مطمئنه فرار کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اهل ایمان رو خدا از ظلمت ها بیرون میکنه و حالشون میده میفرستتشون سمت نور. والذین کفروا، اما کسانی که اهل کفرن، یخرجهم من النور الی الظلمات، اینها رو از نور خارج میکنن. بعضیا فرارشون معکوسه، از خوبی ها به سمت بدی ها فرار میکنن. مواظب باشیم که نقطه فرار ما از کجاست به کجا؟ از بدی ها باشه، از تاریکی ها باشه به سمت خوبی ها. از خدا نمیشه فرار کرد. این نقطه خیلی فوق العاده ای که ما داریم تو دنیا اینه، از خدا نمیشه فرار کرد. ولا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ جا نمیتونیم بریم که خدا نباشه. معمولا آدم بخواد فرار کنه از یه جایی و یه چیزی به جای دیگه و یه چیز دیگه، آیا میشه از خدا فرار کرد؟ گناه خدا رو کردیم، از خدا حالا خجالت میکشیم، میترسیم، هر جوری میخواییم فرار کنیم، از خدا میشه فرار کرد؟ ظاهرا نمیشه فرار کرد. اما یه راه فرار هم من به شما معرفی میکنم که ما میتونیم از خدا فرار کنیم. چجوری؟ ما میتونیم از غضب خدا به سمت رحمت خدا فرار کنیم. ما میتونیم از جهنم خدا به سمت بهشت خدا فرار کنیم. فقط هربت الیک، من فرار میکنم، به سمت تو فرار میکنم، از غضب تو من فرار میکنم. توبه یعنی فرار از غضب خدا. و خدا از مادر مهربان‌تر. بچه رو دیدی وقتی میخواد فرار کنه مثلا اذیت کرده، مادرش از دستش ناراحته، حالا میترسه که مادر مثلا تنبیهش کنه یا دعواش کنه،
خب یه مثلا مادر خیلی عصبانی بشه، یه تشر بزنه یا دستشو بلند کنه، بچه میپره تو بغل مادرش، مادر میگیره، فرار کردیم بچه از مادر، ولی از غضب مادر به آغوش مادر فرار کرد. بره تو آغوش مادر، دیگه مادر کاری بهش نده. خدا از مادر مهربون تره. در یه روایت میگن که یه جوان 20 سال عبادت خدا کرد، بعد از 20 سال افتاد به معصیت، 20 سال هم معصیت خدا رو کرد. بعد یه روزی نگاهش افتاد تو آینه به سر صورت خودش، دید موهاش داره کم سفید میشه، از خودش بدش میاد. گفت خدای برگردم توبه قبول کنم، 20 سال عبادت کردم، 20 سال دوباره خراب کردم. یه ندای شنید که بهش گفتن که احببتنا فاحببناک، ما رو دوست داشتیم، ما هم تو دوست داشتیم، ترکتنا فترکناک، ما رو ترک کردیم، ما هم ترکت کردیم، و حسیتنا فابهلناک، گناه کردی ما رو، ما مهلت دادیم، نزدیم، و این رجعت الینا قبلناک، اگر برگردی به سمت ما قبول میکنی. خدا اینجوری مادر بچهش رو پشت خودش بسته بود، داشت نون میپخت کنار تنور، بچهش خیلی اذیت میکرد، گیر میزد، گریه میکرد. آقا رسول الله سلام علیه رد میشدن، چشمشون افتاد به این زنه، نگاه کرد پیغمبر، دید پیغمبر، یا رسول الله سلام علیه، یا رسول الله سلام علیه، شما فرمودید خدا از مادر مهربون تره به بچه ها؟ آقا فرمودن بله. گویا رسول الله من بچه هم خیلی اذیتم میکنه. جوری که گاهی وقت از دستش دیگه خسته میشم، اما تا حالا یه بارم به ذهنم نیومده بچه هم به نظام توی تنور بسوزونم. حالا خدا با بنده هاش چکار میکنه؟ پیغمبر منقلب شدن، عشق تو چشمان پیغمبر جمع شد، فرمود یکی حقیقتا لا اله الا الله، بگه خدا نمیسوزونه. این شبها که هم گرفتاریم، این شب و روز خواب هم مشکلات داریم، هم توفیقات هم از همون گرفته شده، محافظ و مجالس توبه و مناجات و اینا، نمیدونم چیکار کردیم که سر به توفیق هم از همون شده، یه باید بشاره خونه هم بشینیم مناجات بخونیم تنهایی، که انشالله این و این کار رو انجام بدیم، که اگه اینم انجام ندیم یه وقت از همون نگیره خدا. فقط حرب تو الهی کمان و دفت و بگنید، فرار کنید، هر جوری میتونید فرار کنید، به سمت خدا، به سجاده ها، به سمت سجاده ها فرار کنید، به سمت زیارت عاشورا فرار کنید، به سمت قبله، به سمت کربلا، الالله فرار کنیم هممون. راه دیگه ای نداریم، خودمون بندازیم تو آغوش خدا، خدا به ما رحم کنه. شب جمعه و شب زیارت ابی عبدالله مناجات، گفت پهن شد سفره احسان، همه را بخشیدی، باز با لطف فراوان
ابر وقتی که ببارد همه جا میبارد، رحمتت ریخت و یکسان همه را بخشیدی، گفته بودن به ما سخت نمیگیری، تو همه دیدیم چه آسان همه را بخشیدی، یک نفر توبه کند با همه خومی گفت از یک خروش یار به شب زنده دارها حاجت رو شد، هزاران هزار ها شالله این شب ها خوبا مناجات میکنه، یا ربشون به درد ما هم میخوره، دعا کنن برای ما بسیار آدم خوبا. یک نفر توبه کند با همه خوبی گیریم، یک نفر گشت پشیمان همه را بخشیدی. اونایی که امشب نجستید با صفره مناجات شبانیه، دست خالیتون رو بلند کنید، همه ناله بزنید الهی علم الهی علم.